بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا با عرض سلام. انشالله که همتون جور سعادتمند باشین و یک صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشین. و یک سلام خاص به تمام بینندگان که ما را در صفحات اجتماعی خود دیدن. انشالله که اونا هم جور باشن و از مباحثی که ما صحبت میکنیم انشالله بتونن در زندگی یومی خود استفاده مبرم و عظمی را بکنن. به ادامه جلسات گذشته خود، امروز هم روی موضوع دو موضوع مهمه کمک‌های اولیه را صحبت میکنیم تا اینکه بتونیم در زندگی خود اگر روبرو میشیم با یک اشخاص افراد چی کارهایی را انجام بدیم. یکی عبارت از چاکینگ یا خفگی هستن که بسیاری اوقات ما با این مشکلات دست پنجه نرم میکنیم و بعض اوقات سبب مرگ و سبب عدس دادن زندگی ما شما هم میتونه که شوه. چاکینگ یا خفگی، زمانی که اگر در یک جای هستیم، در سر سرخان نشسته هستیم و در یک جای دیگه که یک چیزی را میخوریم، گلوله ما بند میمانه، نمیتونه که درست پایان بالا بره، احساس خستگی میکنیم، احساس گرفتگی میکنیم، اکسیژن درست به تمام سلول‌های بدن خود رسانده نمیتونیم و احساس از این را میکنیم که سیانوز پیدا بکنیم یا کبودی پیدا بکنیم. در می اشخاص افراد ما چی کارهایی را انجام میدیم؟ اگر فرد خرد میباشه چی کار انجام بدیم؟ و اگر فرد ما کلان میباشه چی کار انجام بدیم؟ ما از دوستم خواهش میکنم که بیایه، من ولی نشان میتونم روی از این دوست ما. اگر چاکینگ در نزد از این فرد ایجاد شد، ما میگیم که اینمی کار را شما هم انجام بدین، چرا که تمام جامعه تیبی با این روش ها موافق هستن و همیشه پیشنهادشان این بوده که شما از این روش ها میتونین که استفاده بکنین تا اینکه فرد جانش را نجات بدین. اگر یک نفر میباشه، ما شما مثلا نشستیم غذا میخوریم، اگر فرد چاکینگ پیدا میکنه، یک لقمه را میخوره در گلوش گیر میکنه، ما برش چی کار انجام میدیم؟ اولین کاری که میخوایم انجام بدیم، میگیم که دوستون زینم یا بیادر عزیزم، نامش رو میگیریم، شاپی رای گل پی که هر چی که هست، و یا ای که برادر ما هستم میگیم که جان آقا جان، گل آقا جان، نامش رو میگیریم. بعد میگیم که در قدم اول صرفه بکن. صرفه کردن میتونه که یکی از روش های خوب در قدم اول باشه. خوب شدید بس شدد خوب در صورت چیز باشه، اگر چیز می باشه چی میشه؟ پرت میشه به طرف بیرون. کار بسیار خوب است، یک از روش هاست. دو، ما از روش استفاده میکنیم که فرد میگیم که استاده، اگر بود استادش میکنیم، میگیم سرت یک کمک به طرف قدام خم بساز، به طرف قدام و از پشت سر یک کمک پیش ساشو. قسم عمل انجام میدیم که دست خود به اندازه باز میکنیم که به اندازه خود شانه ما باشه و با قف دست خود چی میکنیم؟ در تخته پشت بین امید دو بیلک شانیش، آمیانتر اگر بگویم، در بین امید دو قسمت بیلک شانیش چی میکنیم؟ میزیم یک دست خود قسمت صدرش محکم میگیریم خوب و سرش رو طرف خودم خم میکنیم، بعد امی روش انجام میدیم. قسم انجام میدیم که فرد چی شود؟ راحت شود. امی کار خود ما حداقل اجازه از لحاظ توابط داریم که 5 بار ما امی روش چی کنیم؟ انجام بدیم. اگر چیزی که در طرق تنفسی بند مانده بود، اگر به بیرون پرت شد، گپ خوب. اگر نشد، روش یا مانور سیوم به ما پیشنهاد میکنه که شما از مانور سیوم استفاده میتونید بکنید. میاییم دست خود میگیریم، دست خود انگشت کلان خود قاط میکنیم به قسمی که در داخل قف خود دست ما باشه و 3 انگشت دیگه خود چی میکنیم؟ حمایت کننده برش میدیم و به شکل میریم در عقب فرد میریم و از طرف عقب فرد در قسمت پایانی خود اینمی دیافراگرام یا اینمی عضلای مشما که هسته یا ربس یا عضلا که ما برش میگیم، قسمت پایانی ازی هوا جمع میشه یا قبرغه ها پایانی ازی و بالای ازی میده ما قسم افتاده که ما یک نوعی میده رو به نام فندوس یاد میکنیم که هم در بالای ازی میده ما شما اگر ما خود این شکل با سر میدیم دیگه خنده نکنیم. یه از اون میداز دیگه. همین نایه را ما به نام فندوس یاد میکنیم که در اینجا هم هوا جا میگیره. میایم در قسمت عقب فرد، فرد میگیم بازم کم سرت به طرف قدام بگی، دست خود قسم گفتیم میگیریم که به شکل افقی باید باشه و دست دیگه خود حمایت کننده از طرف عقب برش میاییم. در عقب فرد میاییم، قسمت جای پیدا میکنیم، به شکل عقبی میکنیم، فشار. همین کار ما هم میتونیم که حداقل 5 بار انجام بدیم. هر روش خود که انجام دادیم، اگر مواد غذایی می باشه و یا چیزی که بند می باشه در طرق تنفسی ما، شما اگر بیرون پرتاب شد اوکی است، دیگه ما نیاز نداریم که دیگه روش دیگه یا مانور دیگه خود انجام بدیم.
اگر فرد چیزی را میخورده باشه، چیزی را میخورده باشه که میسوختانده باشه. مثلا بسیاری اوقات طفلکای ما در جامعه خود سراغ داریم که فامیل ها گرفتن در بوتل کوکاکولا وایتکس انداختن. اگر این کار مثلا میخورده باشه، میسوختانده باشه، از اثر سوختن مواد کیمیاوی طرق تنفسی بند میباشه، ما اصلا اجازه این کار را باز به او اشخاص افراد نداریم. فقط یگانه کاری که به او اشخاص افراد میتونیم این است که ما شماره 102 را تماس میگیریم، شماره امبولانس ماست 102. اگر کسی که در پیش ما میباشه نزدیکتر میمیم یک موتر بیار، چون که مسائل جنجالی یا خدمات صحی در کشور ما یک اندازه به پروسای مشکلات خود داریم که ما امبولانس زودتر شاید برای ما نرسه، به او خاطر ما از خود ما از تاکسی کمک میگیریم که تیز تاکسی برای ما بیاید. این مسئله چاکینگ روش هایی که ما همی سه روش اگر به فرد انجام میتیم کار بسیار خوب و کار بسیار ناب کردیم. این فرد ما کلان بود. اگر همی اطفال میباشه چیگونه ما انجام بدیم به این از فرد؟ اگر طفل میباشه یک ماه دو ماه زیر یک سال می باشه، ما مانورای دیگه برای از او اشخاص افراد داریم. ما از دکتر سبالی پرویز خواهش کردم که یک گودی برام بیاره که ما اگر طفل کلامتر بیارم خدای نخواسته از پیش ما دعای نشه. گفتن که گودی یک ما پیدا کرده نتانستیم. به هر شکلش ما به شکل سردستم نشان میتونم، شما هم انشالله که یک اندازه میتونه کمک براتون بکنم. چلو که جمعه میرم که طفل بغلی کسی ناورده کرده خواهد که ما از اونا رو بگیرم. اگر طفل می باشم، طفل میگیریم، ما به شکل عقبی دو پای دو طرف دست ما باید باشه قرار بگیرم، قسمت سرش یا قسمت نکش قسمت دست ما باید باشه، در قسمت قف دست ما یک حمایت کننده خوب به خاطر سرش باید باشه، قسمت تنش از قسمت سرش باید کمه، سرش پایانتر باشه و تنش بالاتر باید قرار بگیره. اگر طفل وزمین می باشه، ما میتونیم که از پای خود حمایت کننده هم استفاده بکنیم، یک حمایت کننده خوب برش باشه تا بتونه که ما وزنش را بتونیم بگیریم. بعد در تخته پشت زمین ما قدم مشت زدیم، اما با تخته پشت زمین با سه انگشت میتونیم که استاستو چی کنیم، در بین دو بلک شانیش میتونیم که این کار انجام بدیم. برعکس پس عقبش میسودیم، به طرف روش طرف خود دور میتیم، آنان قیاس بازم سرش در قف دست ما شما باید باشه، سرش پایین تر قرار میگیره، تنش بالاتر و در قسمت صدرش یا قسمت انمی ازم استرنیوم یا انمی قفس سینه یا چناخ سطریک ما برش خطاب میکنیم، بالاتر از چی میکنیم؟ فشار میدیم. آیستا اینمی کار انجام میدیم، انشالله که کار خوبی هسته، میتونیم طفل از این حالت نجات بدیم. این روش هایی بود که به خاطر چاکینگ یا به خاطر خفگی ما استفاده میکنیم. اگر بحث دیگه خود شروع بکنیم که روی موضوع سکسکه یا اکک هسته یا که بسیاری اوقات در ما پیدا میشه، آفرین. با این اشخاص افراد چی باید بکنیم که بعض اوقات یک اصلا یک میکانیزم عصبی هستن، برمیگرده به سیستم عصب ما، شما معمولا اکک یا امی سکسکه که پیدا میشه مشکلات در زوج دهم ما شما که به نام واگوس یاد میشه میتونه که باشه، برالوی که زوج اول قفی همیجا نقش خود بازی میکنه، پروسه در قسمتی هست که دیافراگرام هوا قیتر میشه، درست نمیتونه که انقباضات خود درست انجام بده. ما با این اشخاص افراد چی باید بکنیم اگر در فامیل ما ایجاد میشه؟ چرا که خیلی ناراحت کننده است و از لحاظ روحی روانی فرد دپرس میسازه و زیر فشار میتونه که بیاره. بعض اوقات این موقتی میباشه، یک روز، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعت میباشه، بعض اوقات تا 72 ساعت، تا 48 ساعت، تا 24 ساعت هم که فرد ادامه پیدا میکنه و خیلی از لحاظ روحی روانی ناراحت کننده است. در یک مجلس نشستی خیلی اذیت کننده است. به او خاطر کارهایی که میخوایم براش بکنیم چی هستن؟ آفرین. من اون بوتل آب مرا اگر دوست میشه که برام بتی همراه اونم گلاس. ما چند روش بسیار خوب طبی داریم به اشخاص افراد میدونیم که انجام بدیم. نیاز نیست که ما کشور خود ترک بکنیم به خاطر یک اکک بریم به کشورهای همسایه، که بسیاری اوقات ما کسایی را سراغ داریم که به خاطر یک اکک میتونه که به کشورهای همسایه رفتن تا که اککشون درمان شوه. قبل از اینکه ما روش هایش را بگویم، چی چیزها باعث از این میشه؟ گفتیم مشکل عصب دهم ما شما یا زوج دهم ما شما که به نام وگوس میباشه، در او اختلال ایجاد میشه که اون کار خود درست نمیتونه که منیج بکنه. ما چیزایی که نقش داره به نهایت زیاد همین مسئله نوشابه خوردن زیاد، نوشابه های گازدار که باشه، کوکاکولا و پیپسی و انرژی درینک ها یه هم میتونه نقش خود بازی بکنه در این قسمت. الکل خوردن هم خدا را شکر در کشور ما کم هستن و میتونه نقش خود بازی بکنه. کسایی که از سکتک های سوی تغذی، سکتک های دبل، بلشتک های زیر زبان، پانک های زیر زبان استفاده میکنه، اینا هم نقش خود به نهایت بازی میکنه. کسایی که اگر با این مشکل، با این مواد مخدر یا با این
نوشابه خوردن دستپنجه نرم میکنن، اطلاع بکنن که بسیار خوب هستن. گرفتن قهوه هم نقش خود بازی میکنن، غذاهای سرخ شده و غذاهای تند ترش هم نقش خود بازی میکنن، یعنی اکک زیاد میشه در نزد فرد. اگر در نزد ما اکک پیدا شد، ما چی میکنیم؟ از این دوست خود کمک میگیریم. اکک داره، ما میخوایم برش روشهایی را چی کنیم، برش پیشنهاد بگیریم که اینی کارا را شما چی کنین انجام بدین. در قدم اول در جامعه ما شما پخش شده و یک قیده هسته که هر کسی که اکک گرفته شه، اگر ما بتونیم که عواصش پرت بکنیم، یا مثل که ادیب عمر برای ما گفته که میگیم که دوزی کردی. کلمه دوزی کلمه منفی است، من نمیخوام استفاده بکنم، اما مثلا میتونیم که عواصش پرت بسازیم با سر صداها یا با یک چیزی که بگیم که فلان کتابچه را کجا موندی، یا قلم کجا موندی، یا کتاب کجا موندی، که فکرش چی شه پرت شوه، از این یک زدنش برطرف شوه. اولا عواصش پرت میکنیم، توبت هم پیشنهاد میکنه اگر عواصش پرت بکنی کار خوبه، کار بهتره به نظر انجام دادی. خب استاد میگه که بگو پیسه، گرچه پیسه خب برد شد، پیسه شما با شما پیسه بگوییم، میگیم که عواصش پرت میکنیم. دوم کاری که میخواییم به این فرد انجام بگوییم که انجام بده ای است که میگیم که یک لوس آب میگیریم، یا یه آب میگیم به شدت بخو، به شدت امی آب سرده، و یه که فرد میگیم که به طرف قدام خود سرده خم بکو کمه، از لبه دیگهش آب بخو، آب پاک است، میتونی که آب بخوری، از این لبش، از این لبش نه، از این لبش سرده خم بگی، از این لبش آب بخو. این کار زمانی که انجام میده دکتر عمتان نهایت نازنینم، این کار ای است که فشار میاد قسمت دیافراگم، اونم هوایی که یه عبد شده چی میکنه، انقباض داره خوب میشه، فرد راحت میشه. کار بسیار خوبه، میتونید که شما به فرد انجام بدیم. اول پرت کردن حواس بود، دوم استفاده از چی بود؟ از آب بود. سیم اگر با این کارم فرد خوب نشد، راحت نشد، ما میگیم که هوا را بگی، هوا را که گرفتیم از دهن و بینی هوا را دوباره نکش، از گوشایت بکش. بکشین؟ بکشین هوا را؟ کس نمیتونه بکشه. هدف چی است که هوا که زمانی که حبس میشه، ما امی فشار سر چی میاریم؟ سر بدن میاریم. هوا حبس میشه، هیچ کس نمیتونه که از گوشه خود هوا را بکشه. ما هم نمیتونم. فقط شما که این کار انجام میدین، فرد چی میشه؟ احساس میکنه که از گوشه میبره، آواز پرت میشه، در یک جا منعکس میشه، بعد میتونه فرد میشه احساس راحتی و احساس خوبی داشته باشه. این سه روش به خاطر چاکینگ یا به خاطر خفگی شما میتونین که انجام بدین. کار بسیار خوب کردین و زندگی یک نفر نجات دادین. و در اینجا هم براتون یادآور شوم که هر فرد شما هر معاینه رو که انجام میدین، باید که بار از وام پیش شفاخانه یک بار مراجعه بکنین، چرا که صدمات داخلی بر فرد ایجاد نکرده باشین. شما اگر طفل هم میباشه، چرا که شما میفهمین که اسکلت بندیش خیلی ضعیف هست و نزیف هست، با او خاطر شما چی کنین شه؟ باید بهش دکتر صاحبای داخلی اطفال یک بار مراجعه بکنین تا یکی از نزدیک طفل دیده شود، دوباره خدای نخواسته شما کدام صدمه را برش وارد نکرده باشین. و اگر مواد میباشه، مواد که شما در اکک پیدا میشه فرد، این هم میتونه که شما میره باشه را انجام بدین. در صورتی که خوب نمیشه، ما دواهای روش در دوا درمانی هم داریم. روش های دوا را با دکتر با توصیه میکنه که معمولا دواهایی میباشه که به خاطر آرام بخش حساب هسته، در قدم اول از اینا استفاده میکنن، خاندان دیازیپام ها هسته. در قدم دوم دواهایی داریم ما به خاطر رفلکس استفاده میکنیم، معمولا به نام دومیپریدون اینا هسته. قدم معمولا فکر نمیکنم که نیاز باشه که شما از نامای دوا را بفهمین. تشکر از توجهتون، وقت استاد جمشید منم میگیرم.